قصه ماهی سیاه کوچولو قصه ایست برای بچه ها، ولی در لابلای آن سرگذشت دیگر و درس دیگری است برای بزرگترها. قصه ایست نه برای سرگرمی، بلکه برای آموختن. خونه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود، زیر سقفی از خزه ها. شبها دوتایی زیر خزه ها می خوابیدن. ماهی کوچولو حسرت به دلش مونده بود که مهتاب رو توی خونشون ببینه. ماهی سیاه کوچولو یک ماهی عادی و معمولی نیست. سه خصلت عمده از همان ابتدا او را از هم نوعانش متمایز می کند: تفکر، آگاهی و اراده. شخصیت و سرنوشت ماهی سیاه کوچولو به نحوی جبری و اجتناب ناپذیر تا به آخر تابع این خصائلند، به طوری که سرگذشت ماهی سیاه کوچولو سرگذشت عصیان آگاهانه و شکل گرفته می شود. جهانبینی ماهی سیاه کوچولو، نوشته دکتر منوچهر هزارخانی. اما این روش غیر خصمانه دیگر در مقابل خرچنگ رعایت نمی شود، زیرا که ماهیت خرچنگ بر ماهی سیاه کوچولو کاملا روشن است و از همین روست که خرچنگ با همه عوام فریبی و چرب زبانی موفق نمی شود خصومت و دشمنی ماهی سیاه کوچولو را حتی یک لحظه فریب دهد. ماهی در این دشمنی استوار است و از خرچنگ نفرت دارد. در این دوران جاهلیت که دور خزعبلات روانشناسی مآبانه آمریکایی الاصل و احمقانه حضرت دیل کارنگی و همپالکی‌هایش هست و آیین کامیابی و دوستیابی و این ردیف دستورالعمل‌های وقیحانه مشتری دارد، یادمان هست که مشتی قزمیت که سخت نگران سلامت فکری کودکانند به بهرنگ تاخته بودند که کین و نفرت به کودکان می‌آموزد. انگار که کینه و نفرت احساسی انسانی نیست. انگار که مفهوم مهر و کین، دوستی و دشمنی، عشق و نفرت فقط در مخیله انسان هاست و هیچ گونه مصداق و تجسم خارجی ندارد. از این ببعی هایی که سرشان را لای برف می کنند و شعارهای شیر و خورشید قرمزی می دهند که بنی آدم اعضای یک پیکرند، بپرسید کدام بنی آدم با کدام بنی آدم اعضای یک پیکرند؟ کودک گرسنه در حال مرگ بیافرایی با موسا چنبه اعضای یک پیکرند؟ پابرهنه بیمار کنگویی با آقای پل هانری اسپاک؟ یا ویتنامی با ناپالم سوخته شده و سیاه شقه شده آمریکایی با عالی جناب لیندون بی جانسون؟ و اگر این بنی آدم ها این چنین یکدیگر را تا سرحد مرگ نفی می کنند، مسئولیت آن به عهده کیست؟ به عهده غارت کنندگان یا غارت شدگان؟ و شما انتظار دارید که در این جنگ که لازمه بقای یک طرف متلاشی شدن طرف دیگر است، بهرنگ ها که خود یک سر دعوا هستند بیایند جوکیگری و ترک دنیا یاد بچه ها بدهند؟
یا مسیحوار تبلیغ کنند که طرف دیگر صورتشان را دم چک بدهند؟ و یا ادای کلیسای عوام فریب کاتولیک را در بیاورند و ترحم این پست‌ترین و غیر انسانی ترین نوع تحقیر بشر را اشاعه دهند؟ انصافاً که خیلی زرنگ و مرد رندند. نفرتی که بهرنگ به کودکان یاد می‌دهد، اگر او یاد ندهد روزگار یاد خواهد داد، یک نفرت انسانی است. نفرت از بدی و خیانت، نفرت از بدان و خبیثان. چه می‌فرمایید؟ به نظر می‌رسد که این موجودات آسمانی بیش از آن که از نفس نفرت ناراحت باشند، از موارد اعمال این احساس نگرانند. اگر غیر از این است، آنها بکوشند تا غصب حق دیگران از دنیا برانداخته شود. آنگاه ملاحظه خواهند فرمود که دیگر نه نفرت محلی از اعراب خواهد داشت و نه ترحم. کین و نفرت درست و موجهی که ماهی سیاه کوچولو را در مقابله با خرچنگ هوشیار و مقاوم نگاه می‌دارد، کین طبقاتی است، برپا دارنده شعله‌های سرکش خشم و عصیان، همان که امکان می‌دهد تا از پس ظاهر آراسته و سخنان خداپسندانه خرچنگ ماهیت خصمانه او را ببینی و مواظب باشی تا لقمه چپش نشوی. مبلغین مهر و محبت قلابی و مصنوعی 2000 سال است بیهوده تلاش می کنند تا مسئله را ماسمالی کنند، ولی حتی یک بار هم به فکر حل منطقی آن نیفتادند. به دنبال ماهی سیاه کوچولو جلو می رویم و با مارمولک مظهر عقل و دانایی و هوش آشنا می شویم. می دانید که چرا مارمولک را همیشه سمبول دوز و کلک و زرنگی بازاری قلمداد می کنند؟ چون نمی گذارد کلاه سرش بگذارند و خرش کنند. چون حواسش همیشه جمع است و حساب همه کس و همه چیز را دارد و دم به تله نمی دهد. طبیعی است که عقل و هوش و فهم و درک همیشه مزاحم جاهلان و شیادان است. اگر قرار باشد شما هم مثل مارمولک بفهمید که تمام این سیستم عظیم جهانی و همه این مؤسسات رنگارنگ بین المللی، تمام این سازمانهای به ظاهر خیریه و همه این تشکیلاتی که به اسم کمک و همکاری برای کشورهای فقیر ساختند دوز و کلک است، سرپوشی است بر روی بهره‌کشی ملل مستعمره، انتظار دارید که یک مدال طلای فهم و شعور هم بهتان بدهند؟ زیر قلم بهرنگ به مارمولک اعاده حیثیت می شود. همانی می شود که خطرات راه را می شناسد و ماهی سیاه کوچولو را از دام هایی که سقائک بر سر راهش گسترده است برحذر می دارد و تمام فوت و فن جهنمی کیسه ذخیره سقائک را برملا می کند و برای احتیاط خنجری به او می دهد تا در صورت گرفتاری بتواند دشمن را از پا درآورد. مارمولک به ماهی سیاه کوچولو نوید می دهد که به زودی به دسته ماهیان آزاد شده خواهد رسید. گفتگو با مارمولک آگاهی ماهی سیاه کوچولو را افزایش می دهد. برایش سوالات جدیدی مطرح می شود. راستی اره ماهی دلش می آید هم جنسان خودش را بکشد و بخورد؟ پرنده ماهی خار دیگر چه دشمنی با ما دارد؟ اگر قرار بود ماهی سیاه کوچولو تا آخر عمرش
در همان جویبار بماند و زیر همان خزه ها بخوابد، آیا هرگز چنین سوالاتی آن هم به نحوی حیاتی برایش پیش می آید؟ این سوال که چرا گروهی از بنی ماهی ها به طور حرفه‌ای مأمور شکار بنی ماهی های دیگرند و چرا ماهی هایی که به راه آزادی می روند باید منتظر بلای آسمانی مرغ ماهی خوار باشند؟ آموختن در حین حرکت، به کار بردن آموخته‌ها برای جلوتر رفتن. این است آنچه بهرنگ می‌خواهد بگوید و این است یکی دیگر از خطوط مشخصه اصلی ماهی سیاه کوچولو. حالا ماهی سیاه کوچولو راه می‌افتد و در هر قدم چیز تازه‌ای می‌بیند و تجربه تازه‌ای می‌اندوزد. آهوی تیر خورده، لاک پشت‌هایی که زیر آفتاب چرت می‌زنند، کبک‌هایی که در دره قهقهه می‌زنند تا برای اولین بار دوباره یک دست ماهی ریز می‌بینند. با این ماهی ریزه‌ها آشنایی نزدیک داریم. همه‌شان مایلند همراه ماهی سیاه کوچولو راه بیفتند و به آخری رودخانه بروند. ولی در ضمن همه‌شان از سقائک می‌ترسند. کیسه سقائکی که سر راه نشسته برایشان مانع غیر قابل عبور است. اگر مرغ سقا نبود با تو می آمدیم. ما از کیسه مرغ سقا می ترسیم. این بیان یک واقعیت اجتماعی است. احساس حقارت بر مبنای القای ترس. فلج شدن ماهی ها در نتیجه غول بیشاخ و دم و شکست ناپذیری که خودشان در مخیله خودشان از کیسه سقائک درست کردند. روش ماهی سیاه کوچولو در برخورد با این ماهی ریزه ها برای ماهی ریزه ها غیر قابل فهم است. به همین دلیل به زودی همه جا می پیچید که یک ماهی از راه دور آمده و می خواهد به آخر رودخانه برود و از مرغ سقا هم ترسی ندارد. ولی تنها همین گذار ماهی کوچک و ناشناس در این روانشناسی ترس که بر محیط مستولی است شکاف ایجاد می کند. و خواهیم دید که تعدادی از ماهی ریزه ها را به دنبال او می کشد. تمام صحنه شب و گفتگوی ماهی سیاه کوچولو با ماه برای این است که یک بار دیگر این مطلب گفته شود. آدم ها هر کاری دلشان بخواهد می کنند و یک بار دیگر عامل اراده در پیروزی بر محال و غیر ممکن برجسته شود. صبح که ماهی سیاه کوچولو از خواب برمیخیزد، میبیند چند ماهی ریزه دنبالش آمدند، اما هنوز میترسند، حتی بیشتر از پیش میترسند. فکر مرغ سقا راحت ما نمیگذارد. مرغ سقا، خطری که سابقا فقط خبرش را داشتند، حالا دارد کم کم محسوس میشود و در همین اولین قدم است که آثار تزلزل و ناپایداری ماهی ریزه های فراری را فلج میکند. ماهی سیاه کوچولو شعار می دهد شماها زیاد فکر می کنید، همش که نباید فکر کرد، راه که بیفتیم ترسمان به کلی می ریزد. این بیان ساده تکرار تنها راه و رسم صحیح جنبش و پیشروی و روانشناسی این جنبش است. ترس ناشی از بی حرکتی است. حرکت کنیم ترسمان می ریزد. جالب توجه اینجاست که وقتی همگی در کیسه مرغ سقا گیر می‌افتند، اول ماهی سیاه کوچولو خطر را می‌فهمد. ماهی ریزه‌ها از همان قدم اول فرار در کیسه مرغ سقا گیر افتاده بودند. کابوس کیسه مرغ سقا چنان تسخیرشان کرده بود که گیر افتادن در خود کیسه تنها یک تغییر جزئی در وضع می‌توانست به حساب آید، نه بیشتر.
همیشه در مقابله یا رویارویی با خطر است که طبیعت و جوهر واقعی هر کس محک می خورد و عیار خلوصش معلوم می شود. صحنه گفتگو و مشاجره ماهی سیاه کوچولو با ماهی ریزه ها درون کیسه مرغ سقا تکان دهنده است. از خلال حرف ها، ادعاها، ترس ها، امیدواری ها و اظهار عجز ها، طبیعت سست و تزلزل یکایک ماهیان از جلوی چشم خواننده می گذرد و حد ظرفیت و قدرت استقامت و نیروی ارادهشان خود را نشان می دهد. آنها که خیال کرده بودند راه دریا، راه خانه خاله است، در برخورد با اولین خطر واقعی پس می زنند، اظهار عجز می کنند، به تضرع و زاری می افتند و به قیمت لو دادن و قربانی کردن سرسخت ترین همراهشان ماهی سیاه کوچولو از دشمن خونخوار طلب بخشایش می کنند. اینطوری: حضرت آقای مرغ سقا، ما تعریف شما را خیلی وقت پیش شنیده ایم و اگر لطف کنید منقار مبارک را یک کمی باز کنید که ما بیرون برویم، همیشه دعاگوی وجود مبارک خواهیم بود. حضرت آقای مرغ سقا، ما که کاری نکرده ایم، ما بیگناهیم، این ماهی سیاه کوچولو ما را از راه به در برده. چه کلمات و جملات آشنا و هزار بار شنیده ای، ولی ماهی سیاه کوچولو با همان قاطعیت، با همان اعتقاد به پیروزی نهایی، ضعف و خنگی ماهی ریزه ها را به رخشان می کشد و درسشان می دهد. ترسوها، خیال کرده اید این مرغ هیدگر معدن بخشایش است که اینطور التماس می کنید؟ در برابر این عظمت روح و سرسختی کوه مانند، حالا که راحت ضعف نفس و تزلزل اراده و پستی روح را ببینید؟ تو هیچ نمی فهمی چه داری می گویی. حالا می‌بینی که حضرت آقای مرغ سقا چطور ما را می‌بخشند و تو را قورت می‌دهند. و وقتی مرغ سقا به رسم معمول سنواتی و شیوه باستانی مرغ سقا می‌گوید این ماهی فضول را خفه کنید تا آزادیتان را به دست آورید، دیگر عقل نیمه کارشان هم از کار می‌افتد و توحش غریزیشان در پست‌ترین اشکال تظاهر می‌کند. باید خفت کنیم، ما آزادی می خواهیم. ترسوها و ضعفا همیشه طالب آزادی هم، به شرطی که در سینی نقره تقدیمشان کنند. اگر قرار باشد دیگری را هم قربانی کنند، حرفی ندارند. ولی در مقابل خنجر ماهی سیاه کوچولو چه کنند؟ ماهی سیاه کوچولو به تهدید خنجر آخرین درس و آخرین تجربه را به آنها می آموزد و به همه ماهی ریزه های نوعی و به مدافعان پرحرارت رحم و گذشت و بخشش نشان می دهد که کینه توزی مرغ سقا که جزء طبیعت و وجود اوست و ادامه زندگی مرغ سقا در گرو کشتن و خوردن ماهی های کوچک است. ماهی سیاه کوچولو آن سر کینه و نفرت، سر اصلی آن را به عیان نشان می دهد. کینه و نفرت قوی به ضعیف، زورگو به ستم دیده. مرغ سقا ماهی های لرزان و بی دست و پا را می بلعد، ولی ماهی سیاه کوچولو که کاملا بر خود و اوضاع مسلط است، کیسه را پاره می کند و آزاد می شود. کاری که از اول هم می توانست بکند، ولی نخواسته بود قبل از آن درس و تجربه آخر را از ماهی ریزه های همراه خود و تمام ماهی ریزه های تمام رودخانه های دنیا دریغ کند. ماهی سیاه کوچولو بالاخره به دریا میرسد. از چنگ اره ماهی میگریزد. در حین شنا بر سطح آب داشت اینطور فلسفه زندگیش را خلاصه میکرد. مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.
در شکم مرغ ماهی خار به ماهی ریزهی که داشت گریه و زاری می کرد و ننه اش را می خواست نهیب می زند: بس کن بابا، تو که آبروی هرچه ماهیست پاک بردی. ماهی سیاه کوچولو می خواهد ماهی ریزه را نجات دهد و وقتی برای اولین بار با این سوال روبرو می شود که پس خودت چی؟ جواب می دهد: فکر من را نکن، من تا این بد جنس را نکشم بیرون نمی آیم. و بالاخره هم مرغ ماهی خوار را می کشد. حالا لابد منتظرید که مثل همه قصه ها این قصه هم به خوبی و خوشی ختم شود و ماهی سیاه کوچولو قهرمان ماهی های آزاد شده بشود. کور خوانده اید. بهرنگ، قهرمان مستقر، قهرمان حرفه‌ای، کسی که نان قهرمانی گذشتش را بخورد نمی خواهد. او فقط قهرمان را در حین عمل قبول دارد و آن هم نه به عنوان موجودی مافوق دیگران و دارای قدرت و فضائل آسمانی، بلکه به صورت موجودی که به نیروی پرورش و تکامل دادن قدرت‌های نهفته در وجودش از دیگران متمایز می‌شود و در جنبش و حرکت، نه در سکون و انزوا. پس دیگر مهم نیست که پس از به انجام رساندن رسالتش ماهی سیاه کوچولو زنده مانده باشد یا نه. مهم این است که در پایان این زندگی پرجوش و خروش و در انتهای این راه سخت و پرمخاطره ولی بزرگ و پرشکو، ماهی سیاه کوچولو به ابدیت رسیده و در زندگی جامعه ماهیان حل شده است. او از این پس جزئی از حیات هر ماهی آزاد شده است که به دریا میرسد. او دیگر تنها یک ماهی آزاد شده نیست. او خود جزئی از آزادی شده است. آیا این یک تخیل شیرین و یک خوشبختی اغراق‌آمیز است؟ اصلاً بهرنگ را نشناخته اید. او هیچ وقت واقع بینیش مغلوب آرزوها و تخیلات نمی شود. نگاه کنید چطور داستانش را تمام می کند. وقتی ماهی پیره قصه‌اش را تمام می کند، می گوید: حالا وقت خواب است. شب بخیر. 11999 ماهی شب بخیر گفتند و رفتند خوابیدند. مادر بزرگ هم خوابش برد. اما ماهی سرخ کوچولویی هر چقدر کرد خوابش نبود. شب تا صبح همش در فکر دریا بود. شما گمان می کنید که این خوشبختی اغراق‌آمیز است؟